سلام. تقسیم اوقات چهره های مشهور را باز میکنم، با آنها روز را آغاز میکنم. مهمان یار. سلام، خوش آمدین. شما بیننده برنامه مهمان یار از طلوع هستین و من مجیب عارض هستم. دوستان، ما آمدیم ای که امروز با یکی از شخصیت‌های عالی و برجسته کشور، رئیس روند سبز آقای امرالله صالح بگذرانم. در آغاز سلام بر شما صالح صاحب و صبح شما بخیر. تشکر از اینکه ما را وقت دادین تا اینکه امروز در کنارتان باشیم. سلامت باشین، خوش آمدین، صفا آوردین، سپاس. دوستا، آقای صالح حالشون رئیس روند سبز است دیگه، در محیط خانه هم بیشتر شما رنگ سبز میبینین، فردای مقبول سبز، رنگ دیوار خانه سبز، این حتما ارتباط به خود روند سبز داره. ما سبز به خاطر انتخاب کردیم که سبز نماد تازگی است، نماد نو است، نماد خیزش است و در عین زمان رنگی است که همه پسند است و رنگ بی‌ضرر است. به او خاطر خب اینجا خانه ماست، دفتر ما نیست، ولی گاه و ناگاه در جایی که وفق داشته باشه کش میکنیم از سبز استفاده کنیم. صالح صاحب، چقدر مدت میشه که شما در این خانه زندگی میکنین؟ ما یک ماه بعد از سقوط طالبان در اینجا آمدم، تا امروز اینجا هستم و داستان این خانه را من خریدم بسیار جالب هم است. وقتی که من خانه را خریدم حکومت وجود نداشت و هنوز قضا وجود نداشت، محکمه وجود نداشت. ما وقتی که پول پرداختم خانه را 30,000 خریده بودم. کس که فروخته بود فکر میکرد که دیگه ما پول برش داده ما شاید راجوری کنم پولش را بگیرم. ما فکر میکردم که چون حکومت نیست این پول را گرفت رفت، وقتی که حکومت جور شد میایم میگم این خانه را سرتون فروخته بودم. ولی ما 13 سال میشه که در یک خانه زندگی میکنم. وقت برآمدن و خانه آمدن شما معلوم میباشه هر روز یا نه؟ چند وقت از خانه میبراین و چی وقت پس خانه میاین؟ چون که دفتر خانه ما حال میبینین زیاد دور نیست. ولی ما وقت آمدن ما معلوم است، برآمدن ما معلوم است. ما خدا به خاطر کار شکنجه نمیکنیم، کار میکنیم. بعضی ها مبالغه میکنن که مثلا ما 18 ساعت کار میکنم 17 ساعت. تجربه من نشان میده که هر کسی اگر تلاش کنه بالاتر از 14 ساعت کار کنه، کارش موثریت خود از دست میده. حد اوسط هم بین 10 ساعت تا 14 ساعت کار میکنیم که شامل تماس ها، شامل ملاقات ها، شامل مطالعه، شامل نوشتن و شامل رسیدن به مسائل روزگار ما کلش یک جا همه قدر دبر میگیره. صالح صاحب، ما چون میفهمیدم که امروز اینجا میایم دیگه هم چای صبح هم نخوردیم، گفتم راحت شما چای صبح میکنم. ما هم در چای صبح برخلاف معمول که شاید تعجب هم کنین و شما جوس کاهو و لیمو هم جور کردیم. اوه والا من خیلی ضرورت هم دارم به جوس کاهو. عبدالسلام، همی جوس کاهو را تقسیم کن. برابر یک برابر. نه بلد است انشاءالله برابر تقسیمش میکنه. دیگه این جوس کاهو که در اشکم کلا هم است و او لیمو هم است، این را در انگلیسی برش سوتی میگن. کسایی که کم متوجه صحت خود هستن کش میکنن که از این صحبکی بگیرن، اما حتمی نیست. حالا اولین بار است من جوس کاهو را دیدیم و حتما میخورم که بمیشه کاهو که فایده داره، جوسش چه فایده داشته باشه. بازوش از شما خودتان پیدا کنید. البته کاهوی تنها نیست، در بینش کلام هست. مهربانی بهتر، بفرمایید. بسم الله جان. ای تیم تکنیکی تان انشالله باز خودشان به خود رسیدگی خواهد کرد. انشالله درست شناختی جان زاله زیم. از سلام سال شام تا خدا حافظی. تقسیم اوقات چهره های مشهور را باز میکنم، با آنها روز را آغاز میکنم و تا شام کار میروم، تفریح میکنم، راز و نیاز میکنم. گستم قصه های سبز این دیار مهمانه.
حال میریم بخیر دفتر. خب یکی از چیزهایی که مرا آزار میده ساختن این خانه است که برخلاف نرم مهندسی اینا در یک محله رهایشی 5 منزل ساختن. دوستا اکس ها رو میبینین، اکس های آقای سالی رو با دکتر سیب عبدالله که شما در جریان هستین، در یه آخر روند سبز از تیم اصلاحات و همگرایی حمایت کرد. دلیلش چی بود؟ ما یک تشکیلات غیر متمرکز داریم و این معنی که تقریبا همه روزه در این تشکیلات به نحوی از اشکال رای گیری و مصلحت و مشوره است. ما از 50,000 عضو ما به 500 هسته تبدیل است، یعنی هر 100 نفر یک رای داره، یعنی هر 100 نفر در روند سبز یک رهبر داره. بالاتر از 400 هسته ما در نتیجه مشوره که گرفتیم ما نظرشانی بود که ما باید با دکتر سب عبدالله بریم. ما با آن که بسیار صمیمانه از با دکتر سب عبدالله بلند کار میکنیم، حمایت میکنیم، اما در عین زمان ظهور جریان‌های دیگه را که معتقد به دموکراسی در افغانستان هستند به دیده قدر و حرمت می‌بینیم. فیصله ما به این شد که در روز انتخابات در تمام ساحاتی که ما هسته های ما هست ملبس با یونیفرمای ما پیش از هر مردم دیگه ساعتای مثلا 5 صبح یا 6 صبح ما صف میکشیم در دروازه سایتای رای دهی. درست؟ انال ما خواهشم از خود تمی است که همون بخش علما را و هسته هایی که در طرف جنوب کابل دارن او را شما سازمان بده. درست است؟ جلسه ای آقای امرالله صالح با یک تعداد اعضای روند سبز جریان دارد. بعد از ختم جلسه دوباره هم رئیس جای میشه. بلده اینجا بعضی شعارها را من میبینم که تعدادش واقعا برای بسیار زیاد خوش نمان. این برای من بسیار جالب بود که از سفارش و واسطه شدن به مقامات دولتی معذرت میخواییم به تنگ ساختن شما. نه یک تعداد فکر میکنن که چون من در دولت کارگر بودم یا شاید کارگر شوم انگیزه های مراجعه متفاوت از یک تعداد مراجعه میکنن به خاطر از اینکه من کارشان در دولت خلاص کنم. یک تعداد مراجعه میکنن که خب یک کارت میداشته باشیم به عیسی ریزرف داشته آید به کار گرچه باشد زهر ما را یک وقت کار آمد. باز ما با دوستای ما میخواییم که بگوییم ما یک سازمان هستیم، دیدگاه مستقل داریم. اگر شما با دولت مشکل دارین و میخواییم که از دسترسی ما به دولت استفاده کنین اون کار را کردن نمیتونیم، چون که تمام اعضای ما باسواد هستند بدون استثناء. اگر نمیخوایم که گپ باز بحث شوه، اولین چیزی که چشمشان مفته همین. اگر نیز آلی سیب بالا بهترین واسطه هست. خیلی باشه. آلی سیب اگر امکان داشته باشه دفتر کاری بریم. شما رو ببینیم. خبر باشی موجب که من یگانه افغان هستم که صلح و جگره را به پشتو خوانده، یعنی افغان ها یا او را به انگلیسی خواندن یا به فارسی خواندن. من یگانه کس هستم که صلح و جگره را به چیز خوانده، به پشتو خوانده. و این نویسنده ازی خب خودت میفهمی که تولستوی است و برگردانش، ترجمهش یا اجبارانه توسط بهان سب شده. 12 سال سر از این کار کرده. فکرت شد؟ دوستا ما در دفتر ریاست روند سبز هستیم، دفتر کار آقای امرالله صالح.
رئیس روند سبز. خواهی سالی، حال شما خوش هستین از اینکه وظیفه دولتی ندارین یا ناراحت هستین؟ چی احساس میکنین که فعلا در دولت نیستین؟ باش که من اولی رو بانم که پس ببین، همی زندگی وقت خسته کن میشه که شما تمام لذایز زندگی را، تمام هیجان زندگی را ربط بتین به یک گوشه از قدرت، به یک چوکی، به یک محل مشخص خاص، بعد که به دست ناوردی زندگی خسته کن میشه. زندگی وقتی از استرابش کاسته میشه، وقتی از استرسش کاسته میشه، وقتی زیباییش زیاد میشه که شما در زندگیتان، در اهدافتان تنوع داشته باشید. من هیچ گاهی بعد از برآمدن از دولت به عقب نگاه نکردم که چی میکردم. بسیار مهم است به ما که چی میکنیم و افق آینده را چطور شکل میدیم. به اون خاطر خسته کن نیست. من افغانستان را بسیار دوست دارم. در خارج نمیخوام زندگی کنم. چانسای بوده او را بر خود توهین میدانم که وطن خود را ترک کنم. همیشه هم اینجا بودم. هیچ گاهی خارج نبودم. با کوچه کوچه از این وطن انس دارم، با دهکده هایش انس دارم. دیگه ما از زندگی خود لذت میبریم تا همون حد که مقدور است خوش ما می کافیش ما سر نشه ما شما آماده هستیم میریم بخیر. کجا بخیر؟ میریم ما بود دیگه زندگی خود که وقتی که فشار کار زیاد میشه خسته میشیم چی میکنیم او را برتان نشان میدیم. دوستا مقابل میز کاری آقای امرولا صالح مکتب است. مکتب است. تو هم شیشه رواز که کلش اعضای روند سبز است. حالا ببین شوخی هم نیست. دوستای خردسال امرولا صالح جور هستین؟ با کی رای میتین؟ بسیار یا کلش رفیقای ماستن کلش. شما اصلا خسته نمیشین؟ نه نه نه، این خب با سه شفت است. یا شفت صبح است که برن، شفت پیشین است و شفت بعد از پیشین است. باز یار کدامش که میایم میبینه که ما هستم در دفتر یا نه، یک سلام علیک میکنیم، باز معلمینش سلام علیک میکنن. دیگه کدام شفت شوخ است؟ شوخترینش اینمی هست چون که نوجوان است. دیگه او دیروز یکش میخواست که از منزل دو خیز بزنه. ما در ملاقات ششته بودم، یک دفعه کلکی نواز کردم و افتم و بچه بلیاس خدا خیز و ای هم امو محل زیبایی است که آقای امرولا صالح خواست که ما شما رو متعجب بسازه. بله و واقعا هم که بسیار زیبا است. کوهای بلند، دریای خروشان و درختان توت. سالی جب شما معمولاً چی وقتا اینجا میایید؟ من اگر در کابل زیاد مصروف نباشم هفته دو روز خدا در اینجا میگذرانم. یکی از زیبایی های منطقه ایست که موتر درش نمیره، چرا اگر موتر بره باز محیطش خرابتر میشه. همون خانه ماست، همون تعمیر سفید دیگه، تعمیر سفید خانه ماست. میریم با گفته صالح صاحب که با خانه روستایی امرولا صالح. اینجا که ما میایم سنگ، چوب، دریا، جویبار، همه چیز تو احساس میکنم که کلمه گپ میزنه، چون همیجا زاده شدیم، دیگه بزرگ شدیم و با این خاک پیوند بسیار عمیق بسیار. این چیز نیست، از او گلابای شهری که بوی نمیده اون نیست، گل کاغذی نیست. بوی کنین بسیار خوب بوی میده، بسیار خوش بوی میده. خوش بوی میده نه؟ ای افسوس که کمره شما بوی زیره بوی انکاس پخش کرده نمیده. باغ ماست. یعنی ما چی داریم اینجا؟ سنجد، سیب، آلوبالو، بیت و سیب وحشی. این طور است اگر انسان خوب بودی خوب کلی نمی از تو است. اگر خراب بودی کلش هم که بخری باز تنگی میکنه جای. من هیچ چیز نمیخرم در اینجا. من میگم اگر مردم هم دوست داشت مرا، هر باغچه از ماست، هر درخت از ماست. اگر مردم دوست نداشت چه قشه باز بخری؟
فلسفه ما در زندگی همیست. بریم خانه یک چای بخوریم. حال ما لباسه ورزشی را بتن کردیم، حتما پلان کدام ورزش است؟ بله. سرگرمی است؟ حال ما شما دور از دود، دور از دیزل، دور از پترول و دور از وسایل تیلی میریم بخیر. چیزی را که ما بسیار دوست دارم و یکی از سرگرمی های ساعت های بیکاریم است، بایسکل های خود را گرفته بخیر میریم تفریح. عالی است. ساعت 4 بعد از ظهر است و بایسکل رانی با آقای امرالله صالح. اگر که خدای ناخواسته ای را افتاد و ما برش تاکید کردیم که کلاه محافظتی نداری، احتیاط که کم بالا میریم با سوار میشیم. بایسکلا کمپانی سویسیس و ما ایر از مغازه ولفی خریده و خودم انتقالش داده. من از زندگیم اقدر که بایسکلا خوش دارم، موتر ندارم. مجیب خان. بله سویسیس. اصل زورت نالی نیجا معلوم میشه که دایی چقدر میتونم؟ فقط ما دگیر صحیح انداخته باشم. برو دگیر صحیح پر. همین صحیح سمبی؟ یا نه؟ سستش کده برو. همون صحیح؟ این بایسکل رانی خوی یک ورزش بسیار مشکل بود. آی خوب است. گپ خدا داره. من خال بخاطر تو پیاده میرم اگه نمیتونم. دست قیتگان نه دیگر. من تا حال چندین بار از خانه ما تا پغمان در این بایسکلا رفتیم و از پغمان پس آمدیم تا خانه ما. سالی سیب، اولین وظیفه تان من حیث یک افسر امنیتی باید تان است؟ من اولین تعلیمات دیدم ضد جاسوسی خواندم و بعد از او تعلیمات اطلاعاتی یا جاسوسی یاد گرفتم. جاسوسی کلمه است که مفهوم منفی رایه میکنه، ولی وقتی که آدم وظیفه اطلاعاتی به خاطر وطن خود میداشته باشه پر افتخارترین وظیفه است. لا 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 لا. پیش شان کردیم میبینی دیگه کلاگی پشت سر مانده. فکرت باشه که مسابقه نیست، اگر ما بدوانم گیرم کده نمیتونیم. بچه کابل پاس مان استاد کنیم که بیای. منتظر شماست. برو خبر شدم که رئیس امرالله صالح آمده. این نام خدا اعضای روند سبز و خلم همیجان پیدا شد. و ما از تمام آدمایی که خدا وی آی پی فکر میکنن خواهش میکنم که هفته 500 بایسکل بدون. قیمت شرزان، 7 سال گارانتی و با یک رنج کلش واز میشه و بسته میشه. با یک رنج. مانده نباشید. والا سلامت باشین، زنده باشین. مانده خوب واقعا شده سالی زیب. اما این چای سبز و این محیط و هوا انشالله که ماندگی رو رفع میسازه. جبران میکنش. بله. بله. دوستا آفتاب غروب کرد. در این منطقه زودتر غروب میکنه. دیگه روز هم اینه ختم شد. تا حالا چطور گذشت؟ روز چطور بود؟ به نظر من خب
شیرگرمک شدیم دیگه. ما خب باید یک دو سه ساعت دیگه می سوسو میگشتیم که شما شانه خالی کرده. سالی سیب، خانواده شما در مورد شما چی میگن؟ در مورد کار شما، مصروفیت های شما؟ من امروز بسیار آرزو داشتم که خانواده ما دمی برنامه معرفی کنم. متاسفانه شما ناوقت تشریف آوردیم. طفلای من مکتب رفته بودن و دخترم فاکولته رفته بود. ما پنج طفل دارم. در طفل کلانم یک دختر از صنف سه فاکولته روانشناسی و اقتصاد میخوانه در بیرون از مملکت. دختر دومم فاکولته اقتصاد میخوانه در داخل کابل. بچه‌م صنف دست و مدال برنز در بین 45 کشور در مسابقه کیمیا به دست آورد. بچه دومم مدال نقره در مسابقات جهانی ریاضی به دست آورد. و خردترین طفل ما 12 سال داره. خب همینجا دیوان حافظ هم ماندگی است. قصه از این حافظه برد کنم. همین کتاب هست. در یک جلسه بزرگ در واشنگتن ما از موقف افغانستان بسیار خوب دفاع کردم. رئیس و جمهور هم بود، بقیه کابینه هم بود، یک دو سه نفر از کابینه بود و آقای اسپنتا بود. در روز بعدش آقای اسپنتا ایره به خاطر ستایش و تمجید از آنچه که ما در هیئت افغانی در امریکا انجام داده بودم برا ما تحفه آوردی. تحفه آقای دادفر رنگین اسپنتا است با ما. ز مشکلات طریقت انان ما تابایدل که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز. بر کنار چهره ها دم بدم قدم قدم باشم. آخرین پرسش برنامه این که کدام غذا را بیشتر دوست داری؟ من؟ نان خشک خندار، باز خصوصاً نان خشک که از گندم لوگر جور شده باشه و کباب جلال آباد، شنوار، کوفته کلونی شمالی.